همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در نخستین برنامه زنده برگی از تاریخ پس از درگذشت دوست نازنینم روزنامه‌نگار سرشناس ایرانی آقای حسین مهری، این برنامه رو بدون ایشان به شما ارائه میدم. البته همان گونه که دیدید، به یاد حسین مهری در این نخستین برنامه ما همچنان در آغاز اشاره کردیم که گفتگوهای تاریخی حسین مهری با محمد امینی از هفته آینده این لوگوی برنامه رو اندکی تغییر خواهیم داد، ولی به هر روی همچنان به یاد حسین مهری خواهیم بود، زیرا این برنامه در این 5 سال گذشته و پیش از اون سالهایی که در رادیو من با ایشان همکاری داشتم بدون حسین مهری نبود و همان گونه که در روز آدینه گفتم در برنامه یک کلمه، حسین مهری رو نمیتوان جایگزین کرد و نمیتوان جانشینی برای اون یافت. من بران هستم که در هفته های آینده این برنامه رو به یاد حسین مهری خودم و با همان روشی که با حسین مهری گفتگو میکردم، با فرض اینکه ایشان در حال پرسش از من هستند، ادامه بدم. یکی دو تن از دوستان هم با اونها گفتگو کردم، آدم هایی که دارای آگاهی های تاریخی هستند، توانایی هایی دارند، هرگز نخواهند توانست جای حسین مهری رو بگیرند. اونها هم اظهار علاقه کردند که شاید پس از یکی دو هفته و اندکی اندیشیدن در این زمینه بتوانیم برنامه های برگی از تاریخ رو با کمک یکی از این دوستان برگزار کنیم، یعنی یکی از اونها پرسش کننده برنامه و من پاسخ دهنده پرسش های تاریخی باشم. اما تا اون زمان و حتی پس از اون هم خود من این برنامه رو دنبال خواهم کرد و نخواهم گذاشت که کاری ری که با حسین مهری دوست نازنینم آغاز کردیم پایان پیدا کند و با رفتن او از میان برود. این برنامه ها دینیست که ما به جامعه ایرانی داریم و ادامه این برنامه ها دینیست که من به دوست گرامی هم حسین مهری دارم. به هر روی امیدوارم در نبود ایشان من بتوانم به یاد ایشان برنامه خوبی رو به شما ارائه بدم. چند هفته پیش من به لندن رفتم و در برنامه شرکت کردم با یکی دیگر از نظری در تلویزیون بی بی سی به پیشنهاد آقای کریمی در برنامه به نام پرگار که بسیاری از ایرانیان این برنامه ها رو دنبال میکنن و از برنامه های بسیار خوب رسانه های خارج از کشور هست برنامه های پرگار. این برنامه در برخورد به این موضوع بود که چرا و چگونه زبان فارسی در درازای تاریخ در ایران چیره شد و من داوری هایی داشتم که در این برنامه ارائه دادم. البته این برنامه به طور کامل در تلویزیون اندیشه چند بار پخش شده، باز هم پخش خواهد شد، اما اجازه بدهید که امروز برای اینکه پاره ای از آنچه رو که در اون برنامه نتوانستم به دلیل محدود بودن زمان و به ویژه کوتاه بودن زمانی که من در اختیار داشتم نتوانستم دقیق به اون بپردازم، با اینکه هر دوی ما تقریبا همزمان هم اندازه وقت داشتیم، ولی به هر روی موضوع بسیار بسیار بزرگی بود و در یک زمان کوتاه پرداختن به همه جنبه های این مسئله دشوار بود. ولی به هر روی امروز کوشش میکنم و شاید در یکی دو هفته آینده آنچه رو که در آن برنامه نتوانستم به اون بپردازم در لابلای پخش بخش‌هایی از اون برنامه با شما در میان بگذارم. اجازه بدهید که در آغاز این برنامه جناب کارگردان سخنانی رو که در آغاز اون برنامه آقای صدر اشرافی ارائه دادند و امروز من می‌خواهم به اون پاسخ بدهم، در اونجا هم پاسخی مؤدبانه دادم، امروز پخش کنن ایشان و من سپس سر سخن رو دنبال کنم.
سلام، شاید شگفت زده شوید اگر بدانید که بسیاری اشعار اسماعیل اول پادشاه صفوی ایران به ترکی است، در زمانی که سلطان همعصر او در امپراتوری عثمانی به زبان فارسی هم شعر می سرود. این مثالی است از پیچیدگی های کاربرد زبان در سرزمین هایی که خود را امپراتوری واحد و در برگیرنده ملت واحد و چه بسا فرهنگ و زبان رسمی واحد معرفی می کنند. اما حداقل در ایران همیشه چنین نبوده. در ایران باستان در آن واحد چند زبان رسمی وجود داشته، یکی برای کتیبه ها، یکی برای کاربرد دیوانی، یکی در متون و مناسک دینی و حتی در ساحت های دیگر زبان های دیگر هم رسمیت و حتی حمایت رسمی داشته است. چه شد که در ایران زبان فارسی تفوق یافت و زبان های دیگر اگر هم ماندند در محدوده جغرافیایی مشخصی ماندند و در آن محدوده هم نه زبان رسمی و مورد حمایت حکومت بلکه زبان مادری نامیده شدند؟ این دوره تفوق فارسی از کی شروع شد و چه عواملی در آن دست به کار بود؟ ضیاء صدرالاشرافی، پژوهشگر تاریخ زبانهای ایران، میگوید اجبار و به عبارتی سنبه پرقدرت دستگاه حکومتی بود که فارسی را در جایگاه کنونی نشاند. اما محمد امینی، پژوهشگر تاریخ ایران، میگوید اگر عوامل دیگر در کار نبود، اجبار حکومتی نمیتوانست فارسی را به زبان غالب در سرزمین‌های ایران و حتی فراتر از آن تبدیل کند. از او خواهیم پرسید چرا. اما ابتدا آقای صدرالاشرافی، شما با شرح بیشتر نظرتون رو به ما بگید. بسیار متشکرم. ضمن سپاس از دوست گرامی محقق ارجمند آقای محمد امینی، حضرت عالی و تمام بسیار کارکنان بی بی سی فارسی، من نظرم اینه که همونجور که اشاره کردید، زبان ایران یک کشوری بوده همیشه دارای سه تا زبان اداری بوده. دعوای زبان ما نداشتیم تا دوران 1304-1925 میلادی و در واقع این سه زبان عملکرد اجتماعی داشتن. زبان پارسی باستان زبان قشون، شاه، اشرافیت، جنگ، دفاع است. دوره ساسانی میانه، عصر میانه، پهلوی جانشین پارسی باستان میشه. بعد از اسلام هم ترکی که هزار سال سلطنت ترکانه، زبان شاه و قشون و اشرافیت و دفاع و امنیت بوده. زبان کاتبان، ادمینستراسیون و اداره، بله، در دوره هخامنشی کتیبه ها همه به سه زبانه. زبان ایلامی است که 30,000 گنجینه هخامنشی همه به زبان ایلامیه. زمان داریوش بزرگ اول. دوره میانه اشکانی و ساسانی در واقع تبدیل به زبان آرامی میشه و بعد از اسلام فارسی در واقع این نقش رو بازی میکنه. زبان دیوانی میشه. بله. و زبان بین المللی و تجارت بابلیه در کتیبه های بیستون، در میراث سلوکیه، حتی در کتیبه شاپور اول که مهمترین کتیبه های دوره ساسانی هستند، زبان یونانی میشه و بعد از اسلام عربی، اول زبان دین، بعد کلام، بعد فلسفه، علم، به اصطلاح تجارت. این پهنه همیشه این سه نهاد، در واقع جدایی این سه نهاد از هم مانع هر کدوم یه زبان داشتن، یه جور تقسیم کار اجتماعی بوده. دعوای زبان هیچ وقت وجود نداشت، کسی با زبان کسی کار نداشت. در دوره از جمله هزار ساله سلطنت ترکان هم، مثلا در کردی اورامانی که شاهنامه حقیقت که کتاب مقدس اهل حقه نوشته شده به زبان کردی به عنوان مثال، بنابراین کسی با همینطور شاعران متعدد در دوره بعد از اسلام از جمله سعدی و حافظ به قول دکتر خانلری زبان مادریشون فهلویات که احتمالاً یادگار همون پارسی باستانه، در شعر مثلثات سعدی که یه مصرع عربی، یه مصرع فارسی و یه مصرع به زبان مادریش گفته، همینطور شعر ملمع حافظ دیده میشه. بله. بله. ممنون از این پیش زمینه. به این ترتیب به نظر شما چی شد که زبان فارسی تفوق یافت؟ فقط انحصار چیز دولتی شد، یعنی
فارسی پیشرفت میکرد، غالب نبود، بدبستانی داشت با همین دو زبان، یعنی هم با عربی هم با ترکی. 70% فرهنگ معین عربیه، 5% ترکیه و 0.5% لغات خارجیه که تلفن و تلگراف به اصطلاح این لغات تکنیکی و علمی. اما واقعیت اینه که اون انحصار باعث شد که بقیه زبانها غیر رسمی یعنی ممنوع بشن از 1304 و فارسی به عنوان تمام بودجه فرهنگی کشور صرف زبان فارسی و عدم تدریس اون و به اصطلاح مانع این بود که این زبانها بتونن شکفته بشن. عدم تدریس زبانهای غیر فارسی، زبانهای دیگری که وجود داشت. خب شنیدید سخنان آقای سرالاشرافی رو. ایشان با احترامی که برایشون قائل هستم از ایرانیانی هستند که سخت هوادار فدرالیسم قومی هستند، با گروه های قومی هم کاری می کنند و همه دیدگاه های خودشون رو هم در این برنامه یک ساعته با ما در میان نگذاشتند. اما دو نکته در این سخنان آغازین ایشان وجود داشت که من در اینجا می خواهم به اون پاسخ بدم. گوهر سخن ایشان این بود که زبان فارسی از سال 1305 در ایران به زور حکومت غلبه پیدا کرده. این رضا شاه و دولت پهلوی بوده که با زور زبانهای دیگر رو بسته و جلوی آموزش زبانهای دیگر رو گرفته و زبان فارسی رو تحمیل کرده و تا پیش از آن زبان فارسی در ایران شیره نبوده. به نادرستی و بیپایگی این داوری خواهم پرداخت در درازای برنامه امروز و برنامه های آینده. اما برای من شگفت‌آور است که هم ایشان و هم بسیاری از دوستانی که از هممیهنانی که سخت پایبند این برجسته بودن زبان غیر فارسی، زبان‌های غیر فارسی در ایران هستند، زبان عربی، زبان به ویژه ترکی، ایشان در درازای سخنانشون نه در آغاز در برنامه میگفتن که دستگاه واژگانی زبان ترکی نزدیک به 30 برابر ساختار واژگانی زبان فارسی است. زبان بسیار توانایی است و زبان فارسی نسبت به زبان ترکی زبان بسیار ناتوانتری است و به زور دولت هست که این زبان در ایران چیره شده. اشاره هم کردن در این آغاز که در فرهنگ معین 80% عربی است، 5% ترکی و 15% فارسی. من به این هم نمیپردازم، به بیپایگی این سخنا. اما برای من شگفت‌آور هست که این زبان ناتوان ما، زبان فارسی و این زبان توانای ترکی چگونه است که توانسته در این دوران 100 سال گذشته از مشروطه به این سوی بسیاری از واژه‌های عربی که در فرهنگ ما روان بوده حتی در وزارتخانه‌ها اینها رو برابرهای فارسی تاریخی درستی برای اونها بیابه و روان کنه، ولی اسم کشور ترکیه امروز هست ترکیه جمهوریتی حکومتی که جز واژه ترکیه جمهوریتی و حکومتی واژه های عربی است. این زبان توانا، این دستگاه 30 برابر 100 برابر دستگاه واژگانی سوا زبان فارسی چرا نتوانسته در کشوری که سرزمین این زبان هست به جای وزارت کلتور، به جای وزارت فرهنگ و توسعه، وزارتخانه‌ای هست به نام وزارت فرهنگ و توسعه، ببخشید توریسم، وزارت فرهنگ و توریسم. اسم این وزارتخانه در زبان امروز ترکیه کلتور و توریسم هستش، یعنی وزارتخانه کلتور و توریسم، هر دوش واژه‌های فرهنگی است، ترکی نیست. مال ما اسمش از فرهنگ، ولی در زبان ترکی توانایی که آقای صدرالاشرافی با افتخار از اون یاد میکنند و مورد احترام منم هست، من قصدم اینجا توهین به هیچ زبانی نیست، اما هنگامی که زبان فارسی رو با این سپهر گسترده و توانایی های تاریخی خرد میکنند و زبان های دیگر رو برجسته میکنند و میگویند اصلا بزرگترین یعنی معروفترین لغتنامه ما یعنی فرهنگ معین، البته بزرگترین اونها لغتنامه ده خداست ولی فرهنگ معین
80% عربی است. من در شگفت هستم این زبان به این توانایی چرا نتوانسته در کشوری مانند ترکیه واژه های ترکی رو به جای واژه های عربی و فارسی بگذاره. چرا وزارت خانواده اسمش آیله است؟ وزارت آیله از وزارت خانواده و سیاست اجتماعی اسمش از آیله و سوسیال پولیتیک. خب سوسیال پولیتیش که اروپایی است، یعنی از زبان‌های لاتین آمده، آیلش هم که عربی است. ما توانستیم وزارت مالیه رو وزارت دارایی بکنیم، ولی در ترکیه همچنان وزارت دارایی وزارت مالیه است. ما توانستیم به جای عقدیه واژه بسیار زیبای دادگستری رو که هر دو بخشش واژه‌های کهن فارسی است بنشانیم، و امروز کمتر کسی است که واژه عدلیه رو جز اونهایی که کهنسالتر هستند یا به کتاب‌های تاریخی مانند مثلا کتاب 10 سال در عدلیه کسروی نگاه می‌کنن، واژه عدلیه رو اونقدر آشنا نیستن. ما میگیم دادگستری، ولی در ترکیه اسم وزارت دادگستری یا جاستیس عدالت هست. وزارت ورزش اسپور هست. وزارت انرژی و منابع طبیعی هست، انرژی و طبیعی و ادامه داره. در مورد دیگر واژه ها هم همینطور هست، یعنی واژه هایی است که بیشتر عربی است، گاه بیگاه واژه های فرنگی هم اروپایی هم در ساختار وزارتخانه های این کشور به چشم میخوره. در زبان ترکی هم شما خوب اگر گوش بدهید واژه های فارسی زیادی به چشم میخوره، همونجور که در زبان روزانه فارسی ما واژه هایی از مغولی فارسی و عربی وارد شده. اصلا زبانی که نتواند واژه از زبانهای دیگر رو به زبان خودش وارد بکنه و به اونها بار زبان خودش رو بده، این واژه ها، این زبان، زبان مرده است. درست است که در زبان فارسی امروز ما واژه های عربی زیادی وارد شده و پالایش این زبان از اون واژه ها کاملا نادرست و ناممکن هست، ولی این واژه ها رنگ فارسی به خودش گرفته، دیگر اون واژه های سنگین عربی گذشته نیست، بلکه درآمیخته شده با واژه های فارسی که من بارها اشاره کردم مانند کتابخانه، و صورت تازه‌ای به خودش گرفته. شما هنگامی که می روید و نوشته های کهن رو می خوانید مانند گلستان سعدی و یا نوشته های تاریخی دیگر، به واژه های عربی بر می خورید، ولی این واژه های عربی مفهوم و معنای تاریخی خودشون رو در لابلای این دستگاه زبانی فارسی از دست دادن. به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی، پس از خلیفه بخواهد گذشت از بغداد در بغداد. گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم، ورت ز دست نیاید چو سرو باش آزاد. این واژه کریم در اینجا مفهوم کاملا دیگری در این شعر زیبای سعدی، در این دو بیتی زیبای سعدی هست. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، بیچاره در آن حالت نومیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفتن هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. هر کسی که با اندکی از زبان آشنا باشه، 6 کلاس دست کم 8 کلاس فارسی خوانده باشه، لازم نیست بداند که سقط در اینجا ناسزاست، چون در اونجا گفته ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، یعنی حرف زشت. ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر، و دیگر برادران بلند و خوب روی. باری پدر به کراهت و استحقار در او نظر می کرد، پسر به فراست استسبار به فراست استبصار به جای آورد و گفت ای پدر، کوتاه خردمند به که نادان بلند،
نرچه به قامت مهتر، به قیمت بهتر. خب در اینجا واژه‌های عربی می‌بینیم، ولی آیا این زبان، زبان فارسی، زبان زیبای فارسی نیست که در اون چند واژه عربی هم آمده؟ یکی از توانایی های زبان فارسی هم در این بوده که توانسته واژه هایی را از زبان های دیگر وارد زبان فارسی کنه، و این در زبان های دیگر هم هست. این واژه گمرک که ما بهره میگیریم، گمرک فارسی نیست، ترکی هم نیست. البته برخی از همین پانترکیست ها مدعی هستن واژه گمرک واژه ترکی است. نه، واژه گمرک از زبان های لاتین وارد دوران عثمانی شده و سپس شده گمرک و به فارسی هم وارد شده. ما البته گمرک رو از سوی عثمانی گرفتیم، ولی به این معنا نیست که این واژه ترکی است. گیرم که ترکی هم باشد، می توان واژه ها رو از زبان های دیگر به زبانی اندر آورد و این زبان رو توانا کرد. اونهایی که میگویند زبان فارسی در درازای تاریخ پس از سربلند کردن زبان فارسی از 150 سال پس از آمدن اعراب مسلمان و از میان رفتن زبان پهلوی یا عقب نشستن زبان پهلوی در کارزار دیوانی ایران، از اون هنگام تا زمان رضا شاه زبان برتر و فرهنگ برتر در فلات ایران نبوده، بیایند و بنشینند شمار کتاب‌های ترکی، کردی و به دیگر زبان‌های فلات ایران رو برشمرند و اینها رو مقایسه کنند با شمار کتاب‌های فارسی در همه زمین‌ها. درست است که بسیاری از کتاب‌های دینی و فلسفی به عربی است، ولی از زبان عربی که زبان دین بوده و به ناچار زبان فلسفه هم شده اگر بگذریم، شما نگاه کنید به این گنجینه بزرگ زبان فارسی در درازای تاریخ هزار سال پیش از مشروطه و این رو مقایسه کنید با هر زبان دیگری غیر از عربی در این فلات ایران و بیرون از فلات ایران، و اون وقت به من بگویید که این زبان زبان ناتوانی بوده. بگویید که از زمان رضا شاه است که این زبان سر بلند کرده، تا پیش از زمان رضا شاه این زبان زبان چیره فرهنگی، زبان چیره اداری، زبان چیره ادبی ایران نبوده. اگر چنین است، اگر از سال 1305 است به این سو که این زبان زبان چیره در ایران شده، چرا و چگونه جنبش مشروطه که پایگاه اون در سرزمین‌های غیر فارس زبان، یعنی بیشتر در تبریز و آذربایجان و در شمال حتی بیرون از حوزه سیاسی ایران، یعنی در قفقاز بوده و بسیاری از برجسته ترین متفکران مشروطه خواه زبان مادریشون ترکی بوده، چرا زبان مشروطه فارسی است؟ چرا رساله های مربوط به مشروطه به فارسی نوشته شده؟ چرا زبان مجلس مشروطه فارسی است؟ مگر نه این است که مجلس مشروطه رو آذربایجانی ها و گیلانی ها و بختیاری ها از چنگ محمد رضا شاه، محمد علی شاه نجات دادند؟ مگر نه این است که محمد علی شاه به یاری قزاق ها مجلس رو به توپ بست؟ چرا آذربایجانی ها و گیلانی ها و بختیاری هایی که به تهران آمدند و مجلس رو دوباره ساختند، زبان مجلس رو ترکی یا زبانی غیر از فارسی نکردند؟ اگر زبان فارسی زبان چیره فرهنگی، زبان چیره ادبی، زبان چیره سیاسی ایران نبود و زبان چیره اداری ایران نبود، بیایید و به من نشان بدهید به چه دلیل 20 سال پیش از فراز رضا شاه به پادشاهی در جنب و جوش انقلاب مشروطه هیچ نشانی از اینکه کسی بخواهد به جای زبان فارسی زبان دیگری رو به عنوان زبان ملی ایران بنشاند به چشم نمیخورد. بیاییم و دوران گذشته رو، دوران تیموری، دوران سلجوقی، دوران غزنوی، همه دوران‌های پس از چیرگی دولت‌های ترک تبار و ترکمان تبار رو در ایران بررسی کنیم و ببینیم چند درصد فرمان‌ها به زبانی غیر از فارسی بوده. من به شما قول می‌دهم اگر این بررسی دقیق انجام شود، بر پایه آنچه که من دیدم، کمتر از 10% فرمان‌ها در درازای دورانی که از پادشاهی سلطان محمود غزنوی آغاز می شود و تا انقلاب مشروطه، کمتر از 10% فرمانهای دولتی به زبان غیر فارسی است. بیشتر این فرمانها به زبان فارسی است. چرا؟
رضا شاه از پیش از زمان سلطان محمود غزنوی با زور این زبان را در حلقوم مردم ایران کرده بود. قطران تبریزی که زبان مادریش فارسی نبوده و این همه سروده هایی به زبان فارسی داره، یا نظامی گنجهی، خاقانی شروانی و بسیار دیگر که زبان مادری خودشون زبان فارسی نبوده، چرا به زبان فارسی می سرودند؟ جز این است که زبان دیوان، زبان دولت، زبان کشورداری، نه لشکری، زبان کشوری و زبان ادبی چیره در سپهر گسترده تر از سپهر سیاسی ایران، در سپهر فرهنگی ایران، زبان فارسی بوده. و این زبان از مرز چین، از خوتن تا بخشایی که امروز بوسنیا خوانده می شود و حتی در بخش بزرگی از ترکیه امروز، این زبان چیره بوده. نه این است که زبانهای دیگر وجود نمی داشته. ما نیاییم و برای برجسته کردن یک هویت سیاسی امروز دمار از روزگار این تاریخ در بیاریم و بگوییم که، و تاریخ رو وارونه نشان دهیم و بگوییم که این زبان از زمان رضا شاه در ایران چیره شده. و خود این موضوع هم جالب اینجاست که به دور از راستی است. ما نشانی در دست نداریم که پس از فراز رضا شاه به پادشاهی فرمانی صادر شده باشد، دستور دولتی صادر شده باشد که کسی حق ندارد به زبان غیر فارسی سخن بگوید. راستی این است که از پیش از فراز رضا شاه به پادشاهی، از همان هنگامی که پس از کودتای 1299 رضا خان نخست رئیس قشون گشت، سردار سپه شد و سپس به نخست وزیری رسید و سپس خیز برای پادشاهی برداشت، زبان اداری ایران پیش از آن هم زبان فارسی بوده. همه فرمان ها به زبان فارسی است، همه وزیران با یکدیگر به زبان فارسی سخن می گفتند. بیانیه‌ای که در پس از گرفتن تهران از سوی قزاقان به رهبری سید ضیاء، رهبری سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی، رهبری نظامی رضا شاه منتشر می شود، اون بیانیه معروف به حکم می کنم که رضا شاه نوشت، یک برگ کاغذ بیشتر نیست، و اون بیانیه بسیار بسیار بلندی که و بسیار زیبایی که سید ضیاء نوشت در مورد انگیزه کودتا، اینها به فارسی است. پیش از آن هم جز این نیست. فرمان گشودن دارالفنون به ترکی نیست. پادشاهی که زبان مادریش ترکی بوده و با خویشاوندانش به ترکی سخن میگفته، فرمان گشودن دارالفنون رو به فارسی صادر میکنه. نخستین روزنامه های ایران، کاغذ اخبار، روزنامه هایی که به دوره ناصرالدین شاه منتشر میشود، همه اینها به فارسی است. اجباری هم در کار نبوده. این زبان، زبان ملی، زبان چیره، زبان فرهنگی ایران بوده، پیوندی هم با پادشاهی رضا شاه نداره. حالا یه زمانی میگفتن که این زبان فارسی ملت ستمگر فارس دمار از روزگار دیگر ملت ها در ایران در آورده و زبان فارسی رو چیره کرده. اینک که با کوشش های بسیاری از جمله خود من بیپایگی این داستان در تاریخ روشن شده و معلوم شده که از زمان سلطان محمود غزنوی تا پایان دوره قاجار بیشتر دولت ها، شاید همه دولت ها تقریبا در ایران جز دولت های محلی، دولت هایی بودند که زبان مادری پایه‌گذارانشون فارسی نبوده و زبان ترکی یا یکی از شاخه های زبان های ترکیک یا مغولی در میان اونها روان بوده و چیره بوده. هنگامی که این رو دریافتن، این دعوی رو کنار گذاشتن، نه اینکه دریافتن، بر اونها تحمیل شد و میگویند که خیر، قبلا زبان ترکی و فارسی در کنار هم زندگی میکردن و این دولت پهلوی است که آمد و با اجبار جلوگیری کرد از آموزش زبان ترکی. پرسش من از دوستانی که این رو میگویند، از جمله آقای صدرالاشرافی، خواهش میکنم توضیح بدهند برای آدمهای نادانی مانند من که چند آموزشگاه به زبان ترکی یا کردی در دوره پیش از رضا شاه ما در ایران داشتیم که در دوره رضا شاه این آموزشگاه ها رو بستند.
چند دبستان نو در سرتاسر ایران برای آموزش زبان ترکی مثلا 150 سال پیش وجود می داشت که جلو اینها رو بستن. ما می دانیم پایه‌گذار دبستان نو در ایران یک تبریزی است به نام میرزا حسن خان رشدیه که در قفقاز زندگی می کرد پیش از آمدن به ایران. از تبریز برخواسته بود، پدر او می خواست او برود آخون بشود، چنین نکرد و رفت و درس خان و آموزگار مدرسه بود در عثمانی و چون مدرسه متوسطه رو رشدیه می گفتند او نامش رشدیه شد، معروف شد به میرزا حسن خان رشدیه و در قفقاز درس می داد، مدرسه داشت، دبستان داشت و ناصرالدین شاه با او دیدار کرد در بازگشت از اروپا، از او خواهش کرد، از او درخواست کرد به ایران بیاید و این مرد بخت برگشته، این که میگویم بخت برگشته برای که او رو گزند زیادی به او آخوندها رساندند. در تبریز سه بار دبستان او رو ویران کردند، دست او رو شکستند. سرانجام زیر سایه پشتیبانی امین‌الدوله بود که توانست در تهران دبستان نو رو بنا کنه و کتاب‌های آموزشی، نخستین کتاب‌های آموزشی فارسی رو بنویسه. یک آذربایجانی پایه‌گذار دبستان نو در ایران شد و زبان دبستان نو در ایران فارسی بود، چون زبان ادبی، زبان ملی، زبان اداری، زبان چیره ایران فارسی بود. او می توانست کتاب به زبان ترکی بنویسد ولی از 6 کتابی که برای آموزش نوشته است 1 یا 2 کتاب به زبان عربی است برای شرعیات و دیگر کتاب ها به فارسی است. نه این است که آشنا نبود با زبان ترکی، نه این است که نمی توانست درس به زبان ترکی بدهد. در یروان که زندگی می کرد مدرسه به زبان ترکی داشت ولی به ایران که در آمد دعوت شد آگاه بود که زبان چیره مردم ایران از جمله در تبریز زبان آموزشی فارسی است. از این روز که در دبستان نو که در تبریز بنا کرد زبان دبستان خیلی سالها پیش از مشروطه، نزدیک به 30 سال پیش از اینکه کسی به نام رضا شاه در سپهر سیاست ایران پدیدار گردد، نزدیک به 30 سال در تبریز مدرسه‌ای که درست کرد، دبستانی که درست کرد در ششکلان یا ششکلان، این مدرسه به زبان فارسی بود. این که در دوران رضا شاه، نه پیش از اون، در دوران مشروطه، از هنگامی که در مجلس اول مشروطه و مجلس دوم مشروطه آموزش رایگان اجباری تصویب شد، روشن بود که برای ساختن یک نظام آموزشی کشور نیازمند به یک زبان است و این سیاست مربوط به دوره رضاشاه نیست. در فرانسه هم چنین کردند. در فرانسه هم 100 سال شاید پیش از انقلاب مشروطه، دست کم 75 سال پیش از انقلاب مشروطه، هنگامی که بنای دولت مدرن در فرانسه پس از انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد، زبان ملی فرانسه رو زبان فرانسه اعلام کردند، با اینکه در فرانسه 10 زبان دیگر وجود می داشت و حتی با زور برخی از این زبان ها رو حاشیه نشین کردند، مانند زبان آلزاسی و لورن و زبان های دیگر. اینها دوباره امروز سر بلند کرده. ولی در بنای کشور نو، هنگامی که شما میخواهید نظام آموزشی در کشور به راه بیاندازید، باید یک زبان انتخاب کنید، به ویژه در دورانی که این کشورها دارای امکان مالی چندانی نیستند. شما اگر به پژوهش‌هایی که در راستای آموزش در آذربایجان و کردستان به وسیله کردها و آذربایجانی‌های امین و پژوهشگر صورت گرفته نگاه کنید و تاریخ آموزش رو از جمله در کردستان، کتاب 3 جلدی بسیار بسیار برجسته است که آقای حیرت سجادی رو گردهم آوردن، و کتاب‌هایی که در مورد آذربایجان هست، اگر به اینها نگاه کنید می‌بینید که مردمی که زبان مادریشون، شخصیت‌هایی که زبان مادریشون کردی یا آذری بوده، ترکی آذری بوده، اینها در گسترش دبستان نو به زبان فارسی و دبیرستان نو به زبان فارسی پایه‌گذاران و پرچمداران بودند. راهی هم جز این نبوده.
اگر زبان دولت مرکزی و زبان اداری ایران زبان فارسی در درازای هزار سال گذشته بوده، برای اینکه شما کودکانتون رو برای این جامعه پرورش بدهید و اونها بتوانند با این دولت کار کنند یا کار دولتی و یا غیر دولتی بگیرند، باید با زبان چیره کشور آشنا بشوند و این زبان چیره زبان فارسی است، زبان فردوسی، حافظ و سعدی است. نه این است که زبانهای دیگر زبانهای بدی بودند، نه این است که زبانهای دیگر ناتوان بودند، نه، به دلایلی که در این برنامه اشاره کردم و در هفته های آینده بیشتر به اون خواهم پرداخت، زبان فارسی به زبان اداری و زبان دیوانی ایران تبدیل شد و به شکرانه این پشتیبانی دیوانی زبان ادبی و زبان چینی شد که هزاران هزار کتاب، نوشتار، شعر و غیر شعر به این زبان منتشر شد. من بارها به عنوان نمونه گفتم نخستین کتابی که درباره تاریخ کردستان در آغاز دولت صفوی نوشته شده و به پادشاه عثمانی تقدیم شده به وسیله یکی از شاهزادگان و امیرزادگان کرد، این کتاب به فارسی است، نه به کردی، چون در اون هنگام زبان نوشتاری کردی کمتر به کار گرفته می شده، شاید هم نبوده در میان، هنوز دستور زبانی شکل نگرفته بوده. در مورد زبان بلوچی، دستور زبان بلوچی تا 100 سال پیش وجود نمی داشته، لهجه هایی بوده و حتی زمینه مشترک اینها رو از جمله ایتالیایی ها کشف کردند، پژوهشگران ایتالیایی در این باره نوشتند. در مورد بسیاری از زبان های دیگر هم چنین است. زبان فارسی به دلیل پشتیبانی دیوان و به دلیل اینکه زبان دیوانی و دولتی شد، با اینکه حکومت ها در دست کسانی بود که بیشتر از تیر و تبار ترکیک یا مغولی یا تاتار یا دیگر گروه ها برآمده بودند، اوغوز و قز بودند، ولی از جمله خود دولت قاجار که یکی از طوایفی بود که خیلی پیشتر در حاشیه ایران زندگی می کردند و پیشینه مغولی داشتند و سرانجام دولت تشکیل دادند، یکی از طوایف قزلباش، اینها زبان مادری و زبان چیره در میان سلحشورانشون فارسی نبود، ولی زبان اداری و دیوانی ایران فارسی بود. این است که هنگامی که دولت مدرن در ایران ایجاد شد، یعنی دولت مشروطه، برای اینکه ساختار آموزشی مدرن در کشور بسازند، دبستان و دبیرستان، همین واژه دبستان و دبیرستان هم که واژه‌های کهنی است که دوباره سر بلند کرد به جای مدرسه، برای اینکه دبستان و دبیرستانی بسازند که بنیاد پرورش کودکان نو، آموزش دیده برای جامعه مدرن ایران باشد، باید زبان فارسی رو در کانون کار خویش قرار می‌دادند. در دوره‌هایی به درستی اشاره می‌شود که با سرسختی از اینکه کودکان مثلا در آذربایجان، در تبریز، در زنگ تفریح هم به زبان مادری خودشون سخن بگویند جلوگیری شد. کار بسیار بسیار زشت و نادرستی بود و دوران کوتاهی هم این کار انجام شد و به درستی هم این کار در درازای تاریخ معاصر ایران سرزنش شده و درست هم نیست. بیم و حراس نادرستی داشتن از اینکه اگر زبان ترکی و کردی و عربی و دیگر زبانهایی که در ایران مردمی به زبان مادری اونها بوده به این زبانها پر امکان اجازه فعالیت بدهند، کشور تجزیه خواهد شد. چنین نیست. در یک کشور میتوان یک زبان چیره وجود داشته باشد و زبانهای دیگر آموزش داده بشود. اما در آغاز کار، انگامی که موضوع ساختن ایران نو به وجود آمد، پیش از رضا شاه، 20 سال پیش از رضا شاه و نزدیک به 15 سال پیش از فرمان مشروطه، هنگامی که موضوع انقلاب مشروطه در میان افتاد و دولت مدرن در ایران شکل گرفت و وزارتخانه ها به وجود آمدند و موضوع آموزش اجباری کودکان مطرح شد در اسناد انقلاب مشروطه، در مصوبات مجلس اول و دوم، روشن بود که این زبان فارسی است. خود رضا شاه زبانی که به طور طبیعی با اون سخن میگفت، زبان فارسی امروز ما نبود.
از سوادکوه برخواسته بود، شاید به زبان ترکی بیشتر آشنایی داشت، چون در قزاقخانه پرورش پیدا کرده بود. قزاقخانه که در میان قزاقان زبان ترکی و در میان برخی از اونها زبان روسی چیره بود. با این همه برای ساختن آموزشگاه‌های نو در کشور راهی جز این نبود که یک زبان رو که زبان ملی و تاریخی ایران بود برگزینند. توانایی این که بتوانند در اون دوران چندین زبان رو در آموزشگاه‌ها درس بدهند نداشتند. شما به همین تاریخ آموزش و پرورش کردستان که نگاه می‌کنید، آموزگار به زبان فارسی هم نمی‌توانستند به سادگی پیدا کنند، تا چه رسد آموزگار به زبان کردی که خیلی اصلا به دستور زبان کردی نه تنها آشنا نبودند، بلکه خود این دستور زبان حتی شکل نگرفته بود. نوشتارهای کردی بسیار اندک بود، نوشتارهای ترکی بسیار اندک بود. در همین ترکیه هنگامی که آتاتورک ناسیونالیسم ترک رو پروبال داد، یکی از نخستین دستورهای او ساختن کتابخانه ملی در آنکارا بود. یک قفسه هم نتوانستن پر کنن از کتاب به زبان ترکی، چون کتابهای زیادی به زبان ترکی وجود نمی داشت. زبان نوشتاری چیره نبود، نه این از که هیچ نوشتاری به این زبان نبود، ولی در مقابل صدها هزار نوشتار به زبان فارسی، صدها هزار شمار نوشتارها به زبان ترکی و کردی اندک بود. در این سالهای گذشته است که رفته رفته این زبانها بیشتر پروبال پیدا کرده، به این زبانها نوشته شده. بگذاریم که از جمله در مورد زبان ترکی، به ویژه به دلیل خط متفاوتی که در میان مردمی که به این زبان سخن میگویند به وجود آمده، یعنی ترکی که در ایران سخن گفته می شود اگر بخواهد نوشتاری بشود با همون خطی که فارسی و عربی نوشته می شود با آن خط است، و ترکی که در ترکیه سخن می گویند با خطی است که در دوران آتاتورک آغاز شده و در ترکمنستان و در دیگر سرزمین هایی که یکی از شاخه های زبان ترکی وجود دارد به گونه دیگر می نویسند، شما اگر مجموعی اینها رو نگاه کنید تفاوت‌های بزرگی می‌بینید با این پهنه‌ای که زبان فارسی در اون چیره شده بود و ساختار نوشتاری واحدی پیدا کرده بود. هنگامی که ما در آستانه ساختن دولت مدرن در ایران قرار می‌گیریم، شمار نوشتارها به زبان فارسی چندین صد هزار است، نه چند هزار. و طبیعی است که این زبان ادبی، زبان ملی و زبان کشوری در ایران می شود. زور در کار نیست، نیاز دولت در کار است. اگر هم زوری به کار گرفته شده، خب نادرست بوده، ولی آیا زور بوده که زبان فارسی رو در دوران سلطان محمود غزنوی گسترانده و شاهنامه رو آفریده؟ آیا شاهنامه با زور و فشار سلطان محمود غزنوی که زبان مادریش فارسی نبوده فراهم شده؟ از اون افسانه ها بگذاریم که میگویند پولی سلطان محمود داد به فردوسی که این کتاب رو فراهم کنه، که میدانیم دروغ هست. هنگامی که شاهنامه برای نخستین بار به انجام رسید، چون چند بار در واقع این بازنویسی شده، سلطان محمود 10 سال بیشتر نداشته و هنوز به شاهی نرسیده بوده. چه زمینه هایی برای گسترش این زبان جز دیوانی شدن زبان و چیره شدن زبان در کشورداری وجود داشته که در پناه این ساختار دیوانی انبوهی از شاعران و نویسندگان و تاریخ نویسان به وجود می آیند؟ بزرگترین کتاب های مربوط به تاریخ مغول رو به فارسی نوشتند. حتی در دوره مغول، هنگامی که یکی از شاهان ایلخانی میخواهد تاریخ مغول رو به سبک شاهنامه فراهم کنه و به یکی از شاعران دستور میدهد که چنین کاری رو انجام بدهد و او شاهنامه بسیار آبکی فراهم میکند، این شاهنامه در مورد تاریخ مغول به سبک شاهنامه فردوسی در مورد تاریخ کهن ایران به فارسی است. از این رو این سخن که گویا این زبان زبانیست الکن، پر از واژه های عربی، زبانیست ناتوان، زبانیست در حاشیه
و تنها توانسته به زور رضا شاه بر ایران چیره بشود یک دروغ تاریخی است، یعنی عوام فریبی و دروغ تاریخی است، و این دروغ تاریخی رو آدم‌های با دانش نباید تکرار کنند. آدم‌هایی که سوادی دارند، آدم‌هایی که با کار نوشتاری آشنا هستند نباید به این دامن بزنند. خب به نظر می‌رسد که ما رفته رفته به پایان این برنامه رسیدیم. اجازه بدهید که یک توضیح کناری هم با شما در میان بگذارم. در برنامه‌ای که دیدید در آغاز برنامه و حتما کامل این برنامه رو در این تلویزیون یا در یوتیوب یا در خود بی بی سی دیدید، من دیدید که کراوات نزده بودم. من همیشه کراوات در برنامه میذارم. پرگار معمولا از میهمانان میخواهد که بدون کراوات شرکت کنم و من هم هر بار که در اونجا شرکت کردم این کار رو انجام دادم. دوست دیگر کراوات زده بودن، دستور اختیار خودشون هست، دستور ویژه‌ای در این زمینه نبوده. خواستم این توصیه رو بدم که بعدها دوستان خورده نگیرن که چرا شما در اونجا با بدون کراوات ظاهر شدید. این به پایان برنامه رسیدیم. این گفتگو رو در مورد زبان فارسی با شما دنبال خواهم کرد، پی خواهم گرفت. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.